سرخط خبرها. شش کشته و 13 زخمی در حمله انتحاری به دانشگاه نظامی کابل. وزارت کشور افغانستان میگوید حمله کار طالبان بود. سالگرد انقلاب در ایران در آستانه انتخابات مجلس، رئیس جمهوری در سخنانی کنایه آمیز خواهان انتخابات آزاد شد. اگر رژیم فاسد گذشته به مردم اجازه انتخاب میداد نیازی به انقلاب نبود. شماره قربانیان ویروس جدید کرونا از 1000 نفر هم گذشت. کارشناسان اما میگویند سرعت گسترش ویروس کند شده است. و دموکرات‌های ایالت نیوهمپشایر آمریکا نامزد ریاست جمهوری حزبشان را انتخاب می‌کنند. برنی ساندرز در نظرسنجی‌ها پیشتاز است. سلام و عصر بخیر. وزارت داخلی افغانستان میگوید در نتیجه یک انفجار انتحاری در ورودی دانشگاه نظامی مارشال فهیم در کابل دست کم 6 نفر کشته و 13 نفر زخمی شدند. به گفته این وزارت نیروهای امنیتی بعد از انفجار یک خودروی بمبگذاری شده را هم در نزدیکی محل انفجار پیدا کردند. دولت میگوید که حمله کار طالبان بوده. نسرین نوا خبرنگار ما از کابل گزارش میدهد. صدای آشنا پس از هر انفجار. پایتخت نزدیک به 3 ماه شاهد هیچ انفجاری نبود، تا اینکه امروز صبح انفجار انتحاری مردم را غافلگیر کرد. مواد انفجاری در یک خودرو جاسازی شده بود در نزدیکی ورودی دانشگاه نظامی مارشال فهیم. در این انفجار 2 غیر نظامی و 4 نظامی کشته و 8 غیر نظامی و 5 نظامی زخمی شدند. وزارت داخله تأکید کرده که این حمله کار طالبان بوده، اما طالبان تا کنون در این مورد اظهار نظر نکرده. دولت افغانستان این حمله را تروریستی خوانده و آن را محکوم کرده. دولت گفته مردم خواستار کاهش خشونت و آتش بس هستند. دانشگاه نظامی مارشال فهیم پیش از این نیز بارها مورد حمله مخالفین قرار گرفته بود. در آخرین مورد بهار امسال داعش به این دانشگاه حمله کرد که بیشتر قربانیان دانشجویان همین دانشگاه بودند. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. علی حسینی از کابل با ماست. علی، چه کسی مسئول بوده؟ ظاهرا طالبان مسئولیت رو به عهده نگرفته، درسته؟ درسته، تا کنون مسئولیت به عهده نگرفته. دست کم این دومین حمله تا 3-4 روز گذشته است که کسی مسئولیت آن را به عهده نمیگیرند. در حمله 2-3 روز پیش در ولایت ننگرهار 2 سرباز آمریکایی کشته شدند و امروز هم یک حمله در کابل رخ داده که هر دو حمله پیش از این گروه طالبان مسئولیت آن را در موارد مشابه بر عهده میگرفتند و همچنین گهگاهی هم گروه داعش. دولت افغانستان در حالی که گفته که طالبان مسئولیت این حمله بر عهدهشان هست، اما گروه طالبان به عهده نگرفته. یک موضوعی که قابل تأمل است این که فعلا گفتگوها و مذاکرات در قطر بین ایالات متحده آمریکا و همچنین گروه طالبان ادامه داره. قبل بر این، یعنی در حدود 1 سال پیش که این مذاکرات آغاز شده، رسم بر این بوده یا میشه گفت که وضع طوری بوده که در زمان مذاکرات حملات شدت پیدا میکرده، به باور برخی ها که گویا گروه طالبان در حال امتیازگیری بیشتر در دور میز مذاکره هستند با این عملیات هایی که در داخل افغانستان انجام میدن. اما در طی 3 ماه گذشته این حملات در کابل کاهش پیدا کرده و حمله ای نداشتیم. با
برخی ها به این باور هستند که یکی از شروط مذاکره و یکی از شرط هایی برای توافق نامه بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان این بوده که گروه طالبان به حملات خود کاهش بدن و عملیات خودشان کاهش بدن و افزایش ندهند. فعلا نمیشه دقیق گفت که آیا این به نوعی همان کاهشی است که طالبان کم کم آماده میشن اون را انجام بدهند یا خیر. به هر حال فعلا دقیق نمیتوان چیزی گفت جز اینکه تا یه دو سه عملیاتی که در افغانستان صورت گرفته ببینید در این کابل کسی بر عهده نگرفت و این موضوع رو پیچیده‌تر میکنه. عملیاتی که در قبل بلافاصله بر عهده کسی میگرفته چطور تابال کسی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته؟ امکانش هست که داعش مسئول بوده باشه، یک. و دو اینکه در کابل بعد از همونطوری که گفتی سه ماه تقریبا آرامش نسبی این انفجار صورت گرفته، مردم چه حال و هوایی دارن، چه احساسی دارن؟ خب داعش تقریبا چند ماه حدود یک سال پیش عملیات مشابهی را در همین جایی که عملیات امروز صورت گرفته حمله امروز صورت گرفته را به عهده گرفته بود. اما خیلی مدتی میشه که سر و صدای داعش کمتر شده در افغانستان، به ویژه که از نظر نیروهای امنیتی افغانستان و همچنین آمریکایی‌ها داعش اصطلاحا میشه گفت که گلیمش از افغانستان جمع شده، به ویژه که پایگاه اصلیشان در شرق افغانستان در ننگرهار چند پیش به دست نیروهای امنیتی افغانستان افتاد. از نظر نیروهای امنیتی افغانستان فعلا بحث داعش نیست و مدتی هم میشه که داعش مسئولیت حملات رو به عهده نگرفته. این از یک لحاظ. از نظر دیگر مردم در کابل به ویژه آرامش نسبی را طی حدود 3 ماه یا میشه مشخصا گفت 2 ماه گذشته احساس کرده بودند و به همین خاطر این انفجار امروز کمی به نگرانی‌های آنها افزوده، مگر افزوده اینکه مبادا اینکه دوباره موجی از حملاتی که قبلا کابل را فرا گرفته بود دوباره به میان بیاید. به هر حال نگرانی‌ها را تا اندازه افزایش داده. علی خیلی ممنون از شما. علی حسینی خبرنگار ما از کابل با ما بود. متشکرم. منابع آگاه از شکست مذاکرات میان عربستان و قطر خبر دادن، اگرچه منابع رسمی هنوز در این مورد اظهار نظری نکردن. مذاکرات برای حل اختلافات قدیمی این دو کشور اکتبر گذشته شروع شد و اولین نشانه جدی از تلاش برای حل اختلافات بین قطر و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس و همینطور مصر بود. این کشورها که قطر را به حمایت از تروریسم و روابط نزدیک با ایران متهم می‌کنند، حدود 3 سال پیش روابط سیاسی و تجاری خود را با قطر قطع کردند. خانواده بهاری هدایت، فعال حقوق زنان و دانشجویان در ایران، از انتقال او به زندان اوین خبر می‌دهند. این خبر بعد از آن منتشر می‌شود که بر اساس گزارش‌ها خانم هدایت دیروز بعد از مراجعه به حراست دانشگاه تهران ناپدید شده بود. بهاره هدایت پیشتر هم به دلیل فعالیت‌هایش در دفاع از زنان و پیشبرد حقوق دانشجویان 7 سال زندانی بود. او قبل از بازداشتش گفته بود که به یکی از نهادهای امنیتی احضار شده. در بزرگداشت 41مین سالگرد انقلاب ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته اگر انتخابات در ایران در رژیم پیش آزادانه برگزار میشد اصلا انقلاب نمیشد. اشاره به نبود آزادی به دلیل محدودیت هایی که شورای نگهبان برای انتخابات در نظر گرفته. تنش بین آمریکا و ایران هم یکی دیگر از موضوعات صحبت های او در مراسم بزرگداشت انقلاب در تهران بود. فرین عاصمی گزارش میدهد. تظاهرات حکومتی 22 بهمن، 41 سال بعد از انقلاب 57. دشمنی با آمریکا بخش مهم صحبت‌های رئیس جمهوری ایران را تشکیل می‌داد. حسن روحانی گفت به 41 سالگی رسیدن انقلاب اسلامی برای آمریکا غیر قابل تحمل است. آمریکا به ما می‌گوید باید به گذشته برگردید، باید به 41 سال پیش برگردید و سخن مردم ما این است ما به عقب بر نمی‌گردیم. بعد از خروج آمریکا از برجام، روابط ایران و آمریکا وارد دور تازه‌ای از تنش شد. کشته شدن قاسم سلیمانی به دست آمریکا و بعد از آن حمله ایران به پایگاه‌های آمریکا در عراق، یا آنطور که آیت الله خامنه‌ای گفته سیلی سخت، این تنش‌ها را بیشتر هم کرده. 10 روز مانده به انتخابات مجلس، در میان بخش بزرگی از جامعه تمایلی به شرکت در انتخابات دیده نمی‌شود. مقام‌ها اما به دنبال تشویق مردم به رأی دادن هستند. اگر رژیم فاسد گذشته به مردم اجازه انتخاب میداد،
نیازی به انقلاب نبود. ما یک بار دیگر مثل امروزی که در سراسر کشور شما به صحنه آمدید و افتخار آفریدید، دوم اسفند پای صندوق رأی برویم، یک بار دیگر افتخار بیافرینیم. حسن روحانی در حالی از انتخابات صحبت کرده که به دلیل وجود شورای نگهبان و نظارت استصوابی امکان شرکت همه نامزدها با هر عقیده و گرایش سیاسی در ایران وجود ندارد و حتی اصلاح طلبان هم برای انتخابات پیش رو با رد صلاحیت گسترده روبرو شدند. 22 بهمن مردم آزادند که به خیابانها بیایند، انقلابشان را تأیید کنند. حکومت ایران در حالی به 41 سالگی رسیده که دست کم از پاییز تا کنون با دو نمونه از بزرگترین بحران‌های سیاسی در حیاتش روبرو بوده. اعتراض‌های آبان که از افزایش قیمت بنزین شروع شد و نارضایتی از حکومت بر شدت آن افزود و دست آخر با سرکوب شدید و خونبار معترضان فرو نشست. و دیگری سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین با موشک سپاه و سه روز مخفی کاری درباره آن که موجی از خشم و نفرت از حکومت را در پی داشت. فرین حاسمی، بی بی سی. فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از استکهلم سوئد با ماست. خانم روستایی، آقای روحانی داره میگه اگر انتخابات در رژیم گذشته آزاد میبود و آزاد برگزار میشد اصلا انقلاب نمیشد. چی داره میگه آقای روحانی؟ داره میگه اگر آقایان امروز مواظب نباشن انقلاب دیگری در راهه؟ من فکر میکنم از دست ایشون در رفته، ولی به نظر میرسه منطقا همینه که اگر یک استانداردهایی رو رژیم شاه رعایت نکرد و این بلا سرش اومد، همون بلا یک جورهایی داره بر سر جمهوری اسلامی میاد و عملا شواهدی هم براش وجود داره. همونطور که خانم عاصمی گفتن، این تظاهراتی که طی چند ماه گذشته ما داشتیم، حمله به شلیک به هواپیمای مسافربری، تعداد زیادی از مردم کشته شدن، اونم با تک تیرانداز، همه حاکی از اینکه اوضاع به شدت غیر عادیه و شاید آقای حسن روحانی عمدن خواستن این در واقع این اشاره رو بکنن که ممکنه جامعه در آستانه یک انقلاب باشه در سالگرد 41 سالگرد انقلاب بهمن. ولی گوش شنوایی هم ظاهرا نیست. قطعا گوش شنوایی نیست و آقایون پاشون رو روی گاز گذاشتن و خودشون رو آماده کردن که هر هزینه رو بپردازن و با هر مسئله برخورد کنن، در حالی که واقعا اگر به حرف مردم گوش میدادن و اجازه میدادن مردم حرفشون رو بزنن، فضا رو باز میکردن، انتخابات نسبتا آزادی هم، حتی نه انتخابات کاملا آزاد با استانداردهای اروپای شمالی، انتخابات نسبتا آزادی هم اگر برگزار میشد و یک نیمچه مجلسی شکل میگیره، کمان که مجلس بعدی به نظر میسه اصلا دیگه یه مجلس فرمایشی اختصاصی انتصابی باشه، اگر یک مجلس نیمچه آزادی هم تشکیل شکل میگرفت، در اون موقع بخشی از مسائل بحرانها رو میشد تعدیل کرد و از روش پرید. ولی این روندی که ادامه پیدا کرده، در واقع جمهوری اسلامی کاملا با سرعت زیاد و با گاز داره میره به سمت یک انقلابی که هیچ کس نمیدونه فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. در هر حال به رغم اینکه مراسم 22 بهمن برگزار شد و همه مسئولین به صورت سوری موظف هستند و حداقل به دلایل امنیتی هم که شده مجبور هستند خودشون رو یه جوری تو خیابون نشون بدن، ولی همه اونها میدونن که اوضاع اصلا خوب نیست و این انتخابات در پیش ممکنه طوفان‌های بدجوری شکل گرفته باشه. چیز دیگری که امروز چشمگیر بود این پررنگ‌تر شدن این آمریکا ستیزی است، مرگ بر آمریکا همه جا. این خودش باعث این نیست که بحران بیشتر بشه، عمیق‌تر بشه اگر روی این خط ما پافشاری بیشتری بکنیم در ایران؟ دقیقاً همینطوره. در واقع اگر شما حکومت 41 ساله جمهوری اسلامی رو که دیگه الان بلا استثنا همه روش نقد دارن، همه انقلاب دارن و همه نسبت به انقلاب سال 57 دچار تردید هستن و اگر و اماها بسیار بیشتر از نقاط مثبتشه، اگر با این شرایط ما نگاه بکنیم، به نظر میرسه که
عملا ما دچار بحران‌های جدی میشیم که نه تنها این سخنرانی‌ها، این تجمع‌ها و این کامنت‌ها هیچ کدوم نمیتونه در مقابل بحرانی که داره میاد و فاجعه‌ای که داره اتفاق میفته بتونه مقاومت کنه. و من فکر می‌کنم این دردسر بسیار بزرگی. جمهوری اسلامی 41 سال بر ضدیت با آمریکا صحبت کرد و در واقع اگر آمریکا رو از سرفصل شعارها و تفکرات و اون قوانین جمهوری اسلامی حذف کنید، اگر شعار دادن علیه شاه رو حذف کنید، اگر شعارهایی که علیه اسرائیل داده میشه و برخی از توهم‌های ایدئولوژیک رو شما حذف بکنید، جمهوری اسلامی در واقع مثل همون پادشاهی میشه که هیچ لباسی تنش نیست و کاملا لخت و موره. متاسفانه جریان شعارهای ضد آمریکایی بدترین اتفاقیه که طی 41 ساله رخ داده و باعث میشه که مسئولین تمام نقایص و بدکاری‌هاشون رو پشت مبارزه و آمریکا و شعار آمریکا پنهان کنند و پنهان کردند. خانم روستایی خیلی ممنون از شما. فرزانه روستایی از استکهلم با ما بود. متشکرم. نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در حمله انتحاری به یک دانشگاه نظامی در کابل دست کم 6 نفر کشته و 13 نفر زخمی شدند. وزارت کشور افغانستان میگوید حمله کار طالبان است. رئیس جمهوری ایران در بزرگداشت 41مین سالگرد انقلاب بر سلامت و آزادانه بودن انتخابات تاکید کرده و گفته اگر انتخابات در رژیم پیشین آزادانه برگزار میشد اصلا انقلاب نمیشد. مرحله دوم رقابت‌های درونی حزبی در آمریکا برای تعیین نامزدهای ریاست جمهوری دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه امروز در ایالت نیو همشایر برگزار می‌شود. نامزدی دونالد ترامپ برای حزب جمهوری‌خواه قطعیت دارد، اما توجه همه به رقابت‌های نزدیک بین بعضی از نامزدهای حزب دموکرات است. نظرسنجی‌ها بیانگر پیشتازی سناتور دموکرات برنی ساندرز در نیو همشایر است که با پیت بوتجج شهردار سابق از ایالت ایندیانا در رقابت است. خشایار جنیدی از شهر منچستر در ایالت نیو همشایر گزارش می‌دهد. سناتور برنی ساندرز در واپسین ساعات تبلیغات انتخاباتی همچنان در تکاپو برای رساندن پیامش به مردم نیو همشایر. We cannot continue having a president who is a pathological liar. به این باشگاه آمده تا از مردم بخواهد به برنامه‌هایش برای برقراری عدالت اجتماعی رأی دهند. We have the agenda that speaks to the vast majority of the people in this country. برنی همیشه همین بوده. او چند دهه است که طرفدار جنبش حقوق مدنی، اتحادیه‌های کارگری و حفاظت از محیط زیسته. همه اینها دلایل خوبی هستند برای رأی دادن به اون. نظرسنجی ها از پیشتازی آقای ساندرز در نیو همشایر و همینطور در سطح ملی خبر می دهند. خبری که برای گروهی از دموکرات ها نگران کننده است. می گویند سیاست های چپگرایانه آقای ساندرز باعث می شود این حزب رأی میانه روها را در رقابت با دونالد ترامپ از دست بدهد. حزب دوچار دو دستگی شده. خیلی ها می خواهند به یک نامزد مترقی رأی بدهند، اما به نامزدی نیاز داریم که برای همه گروه ها از جمله کسانی که از سیاست های دولت کنونی سرخورده هستند جذابیت داشته باشد. پیت بوتجج، شهردار سابق یک شهر کوچک در ایالت ایندیانا، سرمست از پیروزی هفته پیش در ایالت آیووا، از هوادارانش می خواهد به او رأی دهند تا با متحد کردن دموکرات ها دونالد ترامپ را شکست دهد. I want to look you in the eye one more time and ask you for your vote. بوتجج از انرژی لازم برخوردار و تواناست و به اعتدال تمایل داره. رقابت ها در نیو همشایر برای دیگر کاندیداها مانند سناتور ایمی کلوباچار و جو بایدن معاون رئیس جمهوری سابق هم حیاتی است. آنها همچنان به نتیجه این انتخابات امیدوارند.
تا به اینجای کار در نیو همشایر نظرسنجی ها نشون میدن که برنی سندرز نسبت به دیگر رقبای خودش جلو هست. اما اون چیزی که برای آقای سندرز و دیگر نامزدهای دموکرات در این لحظه اهمیت داره این هست که بتونن رأی اون افرادی رو که هنوز قادر به تصمیم گیری نیستن که به چه کسی میخوان رأی بدن رو به سمت خودشون جلب کنن. صف طولانی هواداران دونالد ترامپ در نیو همشایر ساعت‌ها زیر باران و در هوای سرد ایستاده‌اند تا در شب رقابت‌های درون حزبی بتوانند در سخنرانی او حاضر باشند. شکاف فعلی میان دموکرات‌ها خبر خوبی برای این بخش از جامعه آمریکا است که با تبرئه رئیس جمهوری محبوبشان در استیضاح با نیروی بیشتری در انتخابات آبان ماه شرکت خواهند کرد. خشایار جنیدی، بی بی سی، ایالت نیو همشایر. خشایار جنیدی از شهر ناشوا در ایالت نیو همشایر با ماست. خشایار، چه میگذره؟ چه انتظاری داریم امروز؟ پیروزی آقای سندرز اگر اینجا هم پیروز بشه برای حزب دموکرات مشکل ایجاد نمیکنه؟ انتخابات از ساعت 6 صبح اینجا در این شهر نشوا آغاز شده. شهری است با کمتر از 100 هزار نفر جمعیت، 9 تا حوزه رأی‌گیری دارن. یک جای مثل اینجا یک دبستان هست که مردم به اینجا میان برگه‌های رأی رو میگیرن، هم برای حزب دموکرات و هم حزب جمهوری‌خواه، بستگی داره که طرفدار کدوم حزب باشن تا به نامزد مورد علاقه‌شون رأی بدن. بعد منتظر باشیم ببینیم نتیجه شمارش آرا که ساعت 8 شب به پایان میرسه چه خواهد بود. پیش بینی میشه که نتیجه شمارش آرا همین امشب اعلام بشه، مانند رویه سالهای قبل انتخابات قبلی. آقای سندرز نظرسنجی ها نشون میده که فعلا نامزد پیشتاز هست در این ایالت. با یک فاصله بسیار کمی پیت بوتجج پشت سر او قرار داره. این دو نفر پیشتاز هستن در این ایالت. 4 سال پیش هم در رقابت با هیلری کلینتون برنی سندرز برنده شد در این ایالت با یک اختلاف بسیار زیاد. نقطه قوتش در این ایالت در اون زمان این بود که اینجا تعداد بسیار زیادی از رای دهندگان خودشون رو مستقل معرفی میکنند، طرفدار حزب نیستن، و این مستقل ها بودن که با آقای سندرز در اون زمان رای دادن و کمک کردن بالا بیاد. منتها این بار یک اختلافی وجود داره. من با بسیاری از افرادی که دیروز پیروز صحبت میکردم در این شهر و شهر منچستر که در نزدیکی اینجاست، هنوز نتونسته بودن تصمیم بگیرن که میخوان به آقای سندرز رای بدن یا به نامزدهای که به خط میانه به اعتدال نزدیکتر هستن، مانند ایمی کلوباشار یا پیت بودجج، بخوان به اینها رای بدن. هنوز نتونسته بودن تصمیم بگیرن. برای همین به نظر میاد که رای آقای سندرز این بار کمی شکسته باشه، اما کماکان پیشتاز هست. بعضی از دموکرات‌ها مانند جو بایدن انرژی خودشون رو گذاشتن برای مراحل بعدی انتخابات استانی مانند نوادا و کارولینای شمال جنوبی، امیدوارند اونجا بتونن قدرت بگیرن. منتهای کار آقای سندرز در این ایالت که موفق باشه، انتخابات قبلی هم در آیووا 8 روز پیش نفر دوم شد، به هر حال نشون میده که تمایل بهش حداقل در این بخش از آمریکا زیاد هست. خشایار، خیلی ممنون از شما. خشایار جنیدی از ناشوا در نیو همشایر با ما بود. متشکرم. در چین ظرف یک روز بیش از 100 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. در کل بیش از هزار نفر کشته شدند و تعداد مبتلایان هم به فراتر از 42,000 نفر رسیده. در پی انتقادها از دولت چین چند مقام عالی رتبه برکنار شدند. همزمان در سوئیس سازمان بهداشت جهانی نشستی دو روزه ای را برای مقابله با این ویروس برگزار کرده. باران عباسی گزارش می‌دهد. ردپای کرونا در هنگ کنگ، ضد عفونی محوطه ساختمانی که 4 ساکنش آثاری از بیماری نشان دادند. ساختمان حالا تخلیه شده و ساکنان برای 2 هفته به قرنطینه رفتند. بعضی دولت را مقصر می دانند. اگه مرزها رو زودتر بسته بودن این اتفاق نمی افتاد. هم به نفع مردم هنگ کنگ بود، هم مسافرا. دولت وظیفه داشت از مردمش محافظت کنه.
رئیس اجرایی هنگ کنگ اما میگوید نیازمند همکاری همه است. میدونم که سخته حتی تو خونه خودتون دو هفته بمونین، اما با این کار سهم خودتون رو در تلاش ها برای مقابله با این ویروس انجام میدین. خیابان های دود گرفته پکن همچنان خلوتند، هرچند که تعطیلات سال نو چینی رسما تمام شده. دولت چین زیر انتقادها از نحوه مدیریت بحران شماری از مقام‌های ارشد استان هوبی را برکنار کرده، جایی که ویروس برای اولین بار دیده شد. دوشنبه در چین مرگبارترین روز از زمان آغاز انتشار کرونا بود، با مرگ بیش از 100 نفر. شمار قربانیان حالا از 1000 نفر گذشته و تعداد مبتلایان هم به بالای 42000 نفر رسیده. اما کارشناسان میگویند سرعت ابتلا به بیماری 20% پایین آمده. برای پنجمین روز متوالی شمار موارد تازه ابتلا نسبت به روزهای قبل کمتر شده. در ژنو آغاز کنفرانسی دو روزه برای یافتن پاسخی به پرسش‌های بیشمار. اینکه ویروس چگونه منتشر می‌شود، چرا بعضی نسبت به آن آسیب پذیرترند و چطور می‌توان واکسنی برای آن پیدا کرد؟ و شاید از همه مهمتر، منشأ کرونا جدید چیست؟ در گذشته ویروس‌های مشابهی در خفاش‌ها دیده شده، اما ویروس از خفاش مستقیم به انسان منتقل نمیشه، چون انسان تماس چندانی با خفاش نداره. بنابراین احتمال اینکه یک حیوان دیگه این وسط بین انسان و خفاش عامل انتقال بوده وجود داره. ما نمیتونیم هزاران حیوان رو آزمایش کنیم، بنابراین باید دنبال سرنخ‌هایی باشیم که این حیوان خاص از چه نوعی بوده. تحقیقی که در چین با ورود متخصصان سازمان بهداشت جهانی سرعت گرفته، همکاری با کارشناسان محلی برای شناسایی بهتر این ویروس. ما می‌خوایم بیشتر درباره این ویروس اطلاعات جمع کنیم. اینکه کارشناسان چینی تا به حال چه تحقیقاتی انجام دادن و تجربهشون در مقابله با این ویروس چی بوده. از مردمی که مبتلا شدن تا ارشدترین مقام‌ها، ما می‌تونیم از این اتفاق درس‌های زیادی بگیریم. کرونا حالا در 24 کشور دیگر هم دیده شده، با بیش از 300 مبتلا. اینجا در نیویورک رباتی که به رهگذران درباره این بیماری هشدار می‌دهد، یادآوری نشانه‌های ابتلا و روش‌های جلوگیری از آن، تلاشی برای جلب توجه کسانی که شاید هنوز از خطر این ویروس بی‌خبر باشند. باران عباسی، بی بی سی. برف سنگین مناطق وسیعی از شمال، شمال غرب و غرب ایران را پوشانده. رفت آمد در بسیاری از جاده ها از جمله در استان گیلان در اثر این برف مختل شده. یکی از مخاطبان بی بی سی مشاهدات خود را از وضع جاده های این استان برای ما فرستاده که با هم میبینیم. بعد 51 دقیقه بامداد 22 بهمن 22/11/98 زنگ میزنیم به اداره راهداری. این وضعیت جاده است. نگاه کنید این برو بگی قشنگ، این وضعیت جاده ماست. خب ترافیک سنگین از سمت از امامزاده هاشم زدیم به سمت رشت، امامزاده هاشم رد شدیم به سمت رشت. الان من زنگ میزنم اداره راهداری، اپراتورش ببین چی جواب به ما میده. راهداری و حمل و نقل جاده استان گیلان در خدمت شما. برای آگاهی از آخرین وضعیت جاده امروز دوشنبه مورخ 21 بهمن 98 ساعت 23 به اطلاع هم وطن الان دقیقاً ساعت 22 12:52 ایشون دارن وضعیت ساعت 23 بام داده به ما میگن. این هیچی، ما حالا تماس میخوایم، الان با شماره 4 عدد شماره 4 میزنیم که با خود اپراتور صحبت کنیم ببین چی جواب ما رو میده. اینا 4 رو زدم که با اپراتور صحبت کنم، اصلا هیچ ارتباطی برقرار نمیشه، هیچ ارتباطی، هیچ مسئولیتی در قبال هیچ کاری نداره. از ساعت 11 دیشب 21 بهمن تا الان 14:22 بهمن، ساعت 14 ظهر 22 بهمن.
وضع جاده های شمال ایران و پاسخگویی اداره راه از قول یکی از بینندگان بی بی سی فارسی. به پایان این بخش خبری می رسیم. ممنون از همراهی شما.